ایرانیاران گرامی و هممیهنان بسیار ارجمندم، درود بر شما. امروز تیرشیت یا چهارشنبه، روز دی به مهر از روز شمار اوستایی، 11 مرداد ماه 2550 ایرانی کوروشی برابر با 1 آگوست 2012 میلادی است و من هومر آبرامیان، پیشکار فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، در پیشگاه شما هستم تا سخن را در چگونگی اسلام پذیری ایرانیان و گسترش مذهب شیعه در ایران پی بگیریم. ولی پیش از آن سروده یکی از یاران بسیار ارجمندم به نام سپنجی یا نام مستعار میرزا ایرج را زیر نام بیزار مستو شیخ برای شما میخوانم. این شامی در پاسخ به یا به پردازی های یکی دیگر از این دیوساران اهرمنخو به نام حجت الاسلام دهنوی سروده شد که در نشست های پیاپی در تلویزیون امام حسین و در مسجد و در سخنرانی های پرمشتری خود در نشان دادن تکلیف شرعی زنان میگوید: در هر زمان و در هر کجا هنگامی که مرد خواست از زنش کام بستاند، اگر روی شتر هم باشد، زن حق چون و چرا کردن ندارد و باید بیدرنگ و زودتر از گوشت فروشی که گوشت خریداری شده را به خریدار میدهد جامه از تن برکند و با واگذار کردن تن و بدنی که خود هیچ شایندگی یا اختیاری بر آن ندارد کام شوهر را برآورد، وگرنه فرشتگان در آسمان بر او خشم خواهند گرفت و ستون دین و لرزه در خواهد آمد. بیراه نیست که این شیرین خانم عبادی ما این همه به مسلمان بودن خود می نازد. البته من نمی دانم که او و همسرش در خیابانهای تهران سوار بر شتر می شوند و از این کارها می کنند یا در همان اتومبیل سازمان حقوق بشر سر و ته کار را هم می آورند. من برام بودم که پیش از خواندن سروده این یار گرامی، نخست سخنان این حجت الاسلام بی آبرو را برای شما بازگو کنم، ولی توان این کار را پیدا نکردم و گمان نمی کنم هیچ مرد آزاده و فرهیخته ایرانی چون این توانی را داشته باشد. این گونه سخنان تنها از دهان بوگندوی حجت الاسلام ها و آیت الله ها و شریعت مداران اسلامی بیرون می شود. زشت خو آبرو باختگانی که کمترین بویی از شرم نبرده اند و بام اندیششان از پایین تنه زنان بالاتر نمی رود. کسانی که می خواهند سری به این گندام مسلمانی بزنند و بدانند این پتیاره چه گفته است، می توانند در یوتیوب نام دهنوی را به پارسی یا انگلیسی بزنند و آنانی که مسلمان ترند مانند این شیرین خانم عبادی ما اندکی هم به مسلمان بودن خود افتخار کنند. این یار گرامی ما میرزا ایرج در پاسخ به این شیخ بی آبرو گفته است: بیزارم از خدای تو و کسب و کار تو و از گند مغزت، از دهن گند بار تو. مرگ خراف پروریت آرمان ماست، چون در ستیز باخرد گذرد روزگار تو. الله توست ماکر و جبار و منتقم، زان است خوی تو پلید و فریب است کار تو. دامان دانش و افق بینش تو نیست بیش از حدیث و فقه نجاست شمار تو. کالای پرفروش تو زنبارگی است شیخ، همخوابگی به پشت شتر هم نه آر تو. گر سر زلای خشتک مردم برون کنی، بینی که جز لجن نکند کس نثار تو.
از خطعه امام دروغ گوی حیله گرت شد ملتی به خواسته خود شکار تو. تنها به مرگ تو رهد او از جزام دین، بهبود اوست در نبودن ایل و تبار تو. تا که جهان به خون نکشی از جنون زنیم، آتش به دین نحس ولایت مدار تو. زان پس به عشق روز خوش سرزمینمان جشنی به پا کنیم و دو نفرین نثار تو. با بیکرانه ترین سپاس ها از دوست والامنش و شیرین سخنم دکتر میرزا ایرج بسیار گرامی. یاران گرامیم، در نشست دیروز نگاهی دیگر باره و بسیار گذرا و اندکی شتابالود داشتیم به چگونگی اسلام پذیری تبارهای گوناگون عرب در عربستان که در پی کاروانزنی ها و یورش به تبارهای گوناگون عرب و کشتن و اسیر گرفتن و چاپیدن دارش و دسترنج مردمان و ترور خردگیران اندک اندک پا گرفت و دامن گسترد. دیدیم که پیامبر در 27 غزوه که از گزارش طبقات ابن سعد برای شما برشمردم، شمشیر زنان چپاولگر خود را اداره کرد و 47 یورش دیگر را که در زبانزد دینی سریه می گویند جنگاورانش را فرستاد تا کاروانها را بزنند و چاهای آب را با سنگ و خاک و خاشاک پر کنند و پیکر کشته شدگان را در همان چاه‌ها بیندازند و زنان و کودکان و داراییشان را به یغما ببرند و میان خود بخش کنند و هر که دم از ناخرسندی بزند مانند ابو افک 120 ساله و اسما مادر 5 کودک خردسال و کعب ابن اشرف از سر راه خود بردارد. دیدیم که پس از پیوستن خالد ابن ولید به سپاه اسلام، کاروبار مسلمانان در زدن و غارت کردن و اسیر گرفتن و کشتن مردان و به بستر کشیدن زنانشان بسیار بازار گرمی شد و پرمشتری. برخی از ترس مسلمان شدند و برخی دیگر برای اینکه از این خان یغما بی بهره نمانند، بنابراین بهتر دانستند به جای اینکه مسلمانان از سرهای بریدشان پایه‌های دیگ بسازند، خودشان بروند با سرهای بریده دیگران پایه‌های دیگ بسازند. به جای اینکه مسلمانان بیایند زنان و کودکانشان را ببرند و پس از لکه‌دار کردنشان در بازارهای بردفروشان اسلامی بفروشند، بهتر است مسلمان بشوند تا خودشان بتوانند به زنان و کودکان و دارایی دیگران دست درازی کنند و از این خان یغما بهره بردارند. تازه اینها همه که برشمردیم پاداش این جهانی اسلام است. پس از مرگ، به ویژه اگر مرگ در هنگام لشکرکشی برای غارت و چپاول دارش و دسترنج مردمان و برای دستیازی به زنان و کودکان نامسلمانان باشد، خب شهید شمرده می شود و شهید بیدرنگ با سلام و صلوات فرشتگان به بهشت خواهد رفت و در آنجا در بهشت، خب هوای خنک، جویباران آب گوارا، شراب طهورا، شیر و انگبین رایگان و فراوان و بدون صف، حوریان بهشتی و قلمانها یعنی پسر بچه های خوشبر و رو و خوشتر و پیکر در بهشت برای کامجویی های جنسی بدون نیاز به عقد سیقه و از این دردسرهای زمانگیر نداریم. در بهشت از این کارها نیازی نیست و توان شگفتنگیز و پایان ناپذیر برای تنامیزی با آن همه حور و قلمان با آنان داده خواهد شد.
ولی با این همه داشته‌های خوبی که اسلام به مسلمانان میداد، دیدیم که پس از درگذشت پیامبر بسیاری از این تازه مسلمان شده ها به گمان اینکه با مرگ پیامبر سایه شمشیرها از سرشان کنار رفته است، بیدرنگ از اسلام برگشتند و شادی کنان به رقص و پایکوبی پرداختند و زنانشان به نشانه شادی دستها را حنا بستند و دف زدند. ولی این شادی و شنگی دیر زمانی نپایید. ابوبکر که بر جای پیامبر نشسته بود، خالد ابن ولید را به فرماندهی سپاهی از مسلمانان برای سرکوب آنها فرستاد و خالد با این سپاه خونریز کاری کرد که همه به سطوح آمدند و پیام به ابوبکر فرستادند که ما از راه رفته باز می‌گردیم، توبه می‌کنیم، برمی‌گردیم به اسلام، توبه ما بپذیر. همان گونه که صادق قطب‌زاده خواست در پیشگاه امام راحل حضرت امام خمینی توبه کند ولی توبهش پذیرفته نشد. اما در اینجا خب ابوبکر مانند خمینی نبود، توبه پذیر بود. هنگامی که به او پیام دادند تو دست خونریز این خالد، این آدم کش زنباره را از سر ما کوتاه بگردان، ما توبه میکنیم، ما بر میگردیم به اسلام، ابوبکر توبه آنها را پذیرفت و دوباره بدین ترتیب اسلام در عربستان پا گرفت و اندک اندک باز دامن گسترد. بنابراین آنچه که مایه گسترش اسلام در عربستان شد، وارون گفته های این مالکشان تلویزیونی معنویت اسلام نبود که به فرموده حافظ شیرین سخن ما حرف عشق در آن یافت می نشود. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که حرف عشق در دفتر نباشد. در این دفتر سخنی از عشق، از میر، از شادی نیست، همه کشت و کشتار است. ترس از شمشیر مردان زوراور و ستم پیشه ایمانند خالد ابن ولید و سعد ابی وقاص بود. گرایش به غارت دارش و دسترنج مردمان و به دست آوردن دارایی رایگان بود. زد البته بهشت و حور و قلمان هم بی تأثیر نبود. در گفتار امروز می‌خواهیم نگاهی دگربار و شتاب‌آلود البته به چگونگی اسلام پذیری ایرانیان داشته باشیم که بسیاری از این مالکشان تلویزیونی نه تنها این گونه راستی ها را از ما پنهان می‌کنند، بلکه بسیار می‌کوشند تا با هزار و یک دروغ و ترفند و نیرنگ به ما بباورانند که ایرانیان با آغوش باز به پیشباز اسلام شتافتند و تن به پذیرش اسلام دادند. و به یاد داریم فرموده حضرت آیت الله مرتضی مطهری را که فرمود چون ایرانیان تشنه حق و عدالت بودند، این آب گوارا و این قضای مطبوع اسلام را با اشتهای تمام به حلق تشنه و گرسنه خود فرو بردند، با آغوش باز به پیش باز شتافتند، گفتند خواهش میکنیم بیایید ما را بکشید، گردنهامون بزنید، زنانمان ببرید، دخترانمان ببرید، آنچه را که ساخته این مال شما. در نشست های پیشین گزارش بسیاری از گزارشگران نامدار تاریخ را برای شما خواندم که سپاه آل محمد هنگامی که بر سپاهیان ایران چیره گشتند و درفش کاویان را بر خاک انداختند، چگونه دست به غارت و کشتن و سوزاندن کتابخانه ها و دیگر کانون های دانشی ایران و دستیازی به زنان و دختران خوبچهر ایرانی گشود. امروز برای اینکه نشان دهیم چرا حضرت آیت الله صافی گلپایگانی می‌فرماید ما را ذکورش و کی و جم اعتبار نیست، فخری به داریوش و به اسفندیار نیست، خب ما هم می‌خواهیم بدانیم چرا
کوروش و کی و جم بی اعتبار شدن. میخواهیم این بدانیم چه کس و چگونه آنها را از اعتبار انداخت، بی اعتبار کرد. میخواهیم بدانیم کدامین ارزش والای فرهنگی و تاریخی در جای بی اعتباری کوروش و کی و جم نشست. اگر بپذیریم که مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد، خب میخواهیم بدانیم آنچه که زنده است و ارزش زنده بودن دارد چیست. میفرماید در سایه محمد و آل محمدیم، برتر از این برای بشر افتخار نیست. میخواهیم بدانیم این کدامین بشر و چگونه بشری است که بزرگترین افتخارش تنها این است که در سایه محمد و آل محمد نشسته باشد. با هم نگاه میکنیم به آنچه که بر سر ما آمد تا بدانیم این زیر سایه عدل محمد نشستن ها چگونه است. خوانده بودیم اینها را، یک بار دیگر نگاه میکنیم. حمله اعراب به ایران چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی مهمتر، مؤثرتر و مرگبارتر از حمله مغول‌ها بود، زیرا مغول‌ها به خاطر فقدان یک مذهب مشخص و عدم اعتقاد به هیچ یک از ادیان و آیین‌های معتبر در مجموع از تعصب مذهبی و رجحان ملتی بر ملت دیگر بدور بود. به عبارت دیگر حمله مغول‌ها اساساً متوجه تصرف قدرت سیاسی حکومت در ایران بود، اما اعراب از یک طرف کوشیدند تا با اشغال نظامی ایران استقلال و شکل سیاسی حکومت ایران را نابود کنند و از طرف دیگر تلاش کردند تا با قرآن و اسلام ملت ایران را در امت اسلام و دین و فرهنگ و زبان و خط ایرانی را در دین و فرهنگ و زبان و خط عربی حل کنند. از این رو نتایج مخرب و ویران کننده حمله اعراب به ایران از نظر تاریخی عمیق‌تر و از نظر جغرافیایی گسترده‌تر از حمله مغول‌ها بوده است. اعتقاد به این که قرآن ناسخ همه کتب و اسلام ناسخ همه ادیان و اندیشه هاست و هیچ تر و خشکی از دانش نیست که در قرآن نباشد، باعث شد تا اعراب مسلمان به آثار علمی و ذخایر فرهنگی سایر ملت ها به دیده حقارت و دشمنی بنگرند. با چنین خصلت قبیله‌ای و احساس و اندیشه ای بود که اعراب مسلمان پس از حمله و اشغال کشورهای متمدن مانند ایران و مصر بیدرنگ به نابود کردن ذخایر علمی و فرهنگی ملل مغلوب پرداخت. آنچنان که در حمله به مصر کتابخانه ها را به آتش کشیدند و محصول تمدن و فرهنگ چند هزار سالی این ملت باستانی را به آتشدان حمام ها افکند، به طوری که مدت 6 ماه 4000 حمام در مصر از سوختن این کتاب ها گرمی شد. آنها نیز مانند همین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خوب ما بر این باور بودند که ما را ز کوروش و کی و جم اعتبار نیست، ما هیچ اعتباری نداریم با آن بزرگان اندیشه در مصر. بزرگان تاریخ مصری، دانشمندان مصری به ویژه در زمینه کارت پزشکی، کیهانشناسی، زمینشناسی، کشاورزی نیازی نبود به اینها. ما را ز کوروش و کی و جم اعتبار نیست، فخری به داریوش و به اسفندیار نیست. این همه کتابخانه، مردم مصر میخواهند چه بکنن؟ مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد،
ما را به جاهلیت آن دوره کار نیست. این همه جاهلیت، این همه کتاب، این همه نوشتار درباره آسمان، درباره زمین، درباره زیر زمین، درباره بناسازی، اهرام ثلاثه، کشاورزی، چه کار آیدد؟ اینها به چه کار می‌خورن؟ ما در سایه محمد و آل محمدیم. برتر از این برای بشر افتخار نیست. به یاد دارید که امرؤ عاص چه کرد و چه نوشت برای عمر؟ خواندیم اینها رو. هنگامی که عمر در نامه نوشت به امرؤ عاص که اگر تو و یارانت که در آنجا سیر هستید، هرگز به اندیشه ما نیستید که ما در اینجا گرسنه ایم، چرا غنیمت نمی فرستی؟ امرؤ عاص در پاسخ نوشت: غنیمتی برایت فرستادم که سرش نزد کاروانی برایت فرستادم که سرش نزد تو و دنبالش نزد من است. این است افتخار. شمشیر. به همین ترتیب به کتاب و دانش و بینش و خرد و حوده‌های مردمی یا حقوق بشر هم نیاز نیست. به همین دلیل در کشور بقیت الله الاعظم که نیازی ما به دموکراسی، نیازی به سکولاریسم، نیازی به بهروزگاری مردم نداریم. در پی این بی‌نیازی بود که در همون زمان هم قتیبة ابن مسلم باهلی برای مسلمان سازی مردم خراسان و خوارزم ضمن قتل عام مردم و ویرانی مناطق، مبرخین، متفکرین، دانشمندان این نواحی را به کلی فانی و معدوم الاثر کرد. ببینید این مرد بزرگ خدا که باید شهید شمرده بشود در راه حق، چه کرد؟ با سرزمین کفار، با این مجوس، خب رفت زد ویران کرد. اینها هست ما یه افتخار یک مسلمان. متفکرین و دانشمندان این نواحی را به کلی فانی و معدوم الاثر کرد و بسیاری را به شهرهای دوردست تبعید کرد، یعنی فرار کردن، گریختن، رفتن به هندوستان و آثار و رسالات آنان را بسوخت. آنچنان که اخبار و اوضاع ایشان مخفی و مستور بماند و اهل خوارزم امی و بی سواد ماندن. خب چرا باید سواد داشته باشن؟ مگر حضرت رسول الله مگر سواد داشت که این مردم خراسان سواد داشته باشن؟ افتخار در همین است. هر کسی سواد خواندن نوشتن داشته باشد باید خونش بریزن. چرا؟ خب برای اینکه پیامبر ما دانش از خواندن و نوشتن نداشت. آنها که بیشتر از پیامبر نباید باشن. تا دیگر یادی از سیروس و کیقوباد نکنند. میرزا ایرج گرامی به شما هم میگوید این را: این همه سرود نگویید، به جای این همه ترانه سرایی، این همه چاکامه سرایی، خب بیایید برویم به زیر عبای آیت الله صافی گلپایگانی و این همه هم عمامه های خوب او پناه ببریم. افتخار دارد. سپس پاری از گزارش عبدالحسین زرین‌کوب را برای شما خواندم در نشست های پیشین، چون میخواهیم در این هفته تمام کنیم، این پرونده را ببندیم، بار دیگر نگاهی شتاب‌آلود میکنیم با آنچه که خواندیم. تیسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبهای 400 سالی خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمیشناختند و توفیر بهای سیم و زر را نمیدانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. من در اینجا نمیتوانم بپذیرم این سخن زنده‌یاد عبدالحسین زرین‌کوب رو. به ما آموزش دادند که امامان دارای علم لدنی بودند، یعنی همه آنچه را که پیش رخ نداده است، پیش روز هنوز رخ نداده است و همه آنچه را که رخ داده است همه را می دانند. خب درست است که عرب ها همه
امام نبودن، ولی امام علی که بودن. بنابراین چگونه است که این مرد بزرگ ما می نویسد که کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند؟ یعنی شما می خواهید بفرمایید که امام علی نمی شناخت نمک کدام است، کافور کدام است و توفیر بهای سیم و زر را نمی دانستند؟ می خواهید جناب زرین کوب به ما بگویید که امام علی هنگامی که آن انگشتری داد به گدایی نمی دانست ارزش آن چیست؟ بی انصافی نکنید. امام که همه چیز را می داند. حالا عمر امام نبود، ابوبکر امام نبود، سعد ابی وقاص امام نبود، بلال حبشی نبود، ابوذر غفاری امام نبود، ولی علی که امام بود. این سخنان چیست شما می فرمایید؟ کسانی که نمک را از کافور نمی شناختن و توفیر بهای سیم و زر را نمی دانستن. اگر نمی دانستن چگونه شد که امام علی آن تکیه قالی که به دستش رسید 20,000 درهم فروخت؟ پس می دانستن. کسانی که نمک را از کافور نمی شناختن و توفیر بهای سیم و زر را نمی دانستن، از آن قصرهای افسانه‌ای جز ویرانی هیچ بر جای ننهادن. خب این که باید چنین می کردن. خدا را خوش نمی آمد که عربهای نازنین در بیابان زندگی کنند و این ایرانی ها، این مجوس ها، قصرهای افسانه‌ای. برای چه؟ عدالت پس چیست؟ کجا رفت؟ عدل علوی همین است که گفتن عدالت علی یعنی همین، یعنی همه را گدا کند، همه را ویران کند تا همه جهان همه در ویرانی با هم برابر بشوند. نمی شود که اینها بیاین قصرهای افسانه‌ای بسازن. عربهای نازنین ما در اون صحراها در پی یک جام آب نوشتن که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را بتوان افکند. خب پاره پارش کرد. خب باید چنین میکردن؟ چه میکردن؟ اگر شما بودی چه میکردی؟ خب جایی نبود، پاره پارش کرد و بر سران قوم بخش نمودند. پاره از آن بهره حضرت علی شد. ببینید که بعدها به 20,000 درهم فروختند. پس می دانستن. در پاره دیگر برای شما از همین گزارش خواندیم که فاتحان گریختگان را گرفتند. کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 300,000 زن و دختر. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شده. شوربختانه ما مردم با شتاب از کنار این شماره ها می گذریم بی هیچ ژرف نگری، ولی یک بار دیگر اینجا بایستیم. 900 بار شتری زر و سیم، طلا و نقره، 900 بار شتر، این خمس بود. این بهره کسانی است که در مدینه مانده اند، یعنی عمر، ابوبکر، ببخشید ابوبکر مرده بود، عمر و عثمان و علی و دیگران که در مدینه مانده بود. بهره آنها همین 1/5 است. بنابراین شماری نزدیک به 4,500 شتر زر و سیم از ایران بردند. 4,500 شتر بار شتر. این 900 تا رو برای دارالخلافه فرستاده شد. در بازارهای برد و فروشی اسلامی به فروش رسیدن. 60,000 دختر و زن، 300,000 زن و دختر رو بردند. 1/5 اونها رو که 60,000 تن بودن برای دارالخلافه فرستادن. دارالخلافه هم خب پس از اینکه به نوبت با آنها همخوابگی کردن، بردن در بازارهای برد فروشان اسلامی فروختن. آل محمد
با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند. البته من در اینجا بر این سخن زندیات زرین کوب تنها این آل محمد رو من افسودم، می توانم پسش بگیرم، می توانم بگویم تازیان مسلمان همون گونه که او نوشته است، ولی من افسودم آل محمد چون سخن روی سخن ما با حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است، آل محمد با زنان در بند به نوبت همخوابه شدن. همیهنانم، دانستیم چرا افتخار میکنیم به این دین؟ افتخار ندارد؟ خب دارد. به نوبت همخوابه شدن و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادن که یکیشان همین آیت الله صافی گلپایگانی است، یکی دیگر همین سید علی خامنه ای است، ولی بهترینشان همین احمدی نژاد است. اینها همه فرزندان پدر ناشناخته همون دورانند که زادمانی در پی زادمان آمدند تا رسیدن به روزگار ما، تا ایرانیان همواره بیاد داشته باشند، یعنی ما ایرانیان بیاد داشته باشیم که این تجاوز کنندگان به شرف و والامندی ما امت عدالت و صلح و اخوتند. در آنها نفاق و شیطنت دیوسار نیست. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اینها رو فرمودن، نیست در ما نفاق و شیطنت دیوسار نیست. خب این که دیوساری نیست، تجاوز کردن به 300 هزار زن و دختر ایرانی، خب اینها مجوس بودند، اینها که مسلمان نبودند. پس از این که مسلمان شدند، خب ما صیغه شون کردیم، ولی تا پیش از این که مسلمان بشوند، خب این شد، خب باید بشه، باید میشد. هنگامی که خبر این به نوبت همخوابگی کردن ها به گوش عمر رسید، یادتان هست چه کرد؟ عمر با همه سنگدلی دست ها را به هم کوفت و گفت از این بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه ببر. شوربختانه امروزه همین بچه های پدر ناشناخته، به ویژه آنهایی که عمامه های سیاه به سر دارند، تا سیاهی دلها و اندیشه هاشان را به نمایش بگذارند، بر کرسی فرمانروایی ایران نشستند و بر جای پادشاهان ساسانی جا خوش کردند. و پاری از گزارش مرتضی راوندی را از تاریخ اجتماعی ایران هم برای شما خواندم. من پوزش میخوام، امروز بسیار 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 مانده هستم و شاید بیش از 10 ساعت سخن گفتم، صدای من گرفته است و در این لحظه که با شما سخن میگویم نه توان سخن گفتن دارم و نه درست میدانم چه میگویم، ولی به هر روی میدانم که شما میبخشید. در این پاره که برای شما خواندم، آل محمد در تیسفون غنایم بسیار زیاد گرفتن. حالا ببینیم که آنچه گرفتن چه بود، برای شما میخوانم. این غنایم عبارت بود از مقادیر زیادی طلا و نقره منقوش به صورت انسان و حیوان و سنگهای قیمتی، پارچه‌های ابریشمی زربفت، قالی‌های زیبا به جا مانده از دوره جاهلیت، بردگان بسیار از زن و مرد که بازماندگان رستم و اسفندیار بودند و اموال فراوان دیگر. شهر تیسفون به دست آل محمد ویران سوخته و به دست سپاهیان مجاهد آل محمد غارت شد و دیگر در هیچ عهدی احیا نگشت، تا آیندگان دیگر هرگز به کوروش و جم اعتبار نکنند. مرد کوروش، جم هم مرد. بخشی از ساکنان شهر که نتوانسته بودند فرار کنند کشته شدند و بخشی به اسیری و بردگی برده شدند. خب حقشان بود، اینها مجوس بودند، اینها زرتشتی بودند، مسلمان که نبودند. اگر مسلمان بودند که ما با آنها این کار نمی کردیم. خب گفتیم آقا شما بیاید مسلمان بشوید، نپذیرفتند. خب چنین کردیم. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب
و حتی سرداران بزرگ ایشان، البته امام را نمیگوید، به قدری نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با چنان هنرمندی و چیره دستی ساخته شده بود عاجز بودند. این هم میگوید که آقا نمیدانستند، ولی این درست نیست، این اندکی بیداد است درباره امام، چون به ما گفتند و ما باور کردیم که امام علم لدونی دارد، همه آن پیش نیامده ها را میداند، همه گذشته ها را میداند، زبان ماهی ها را میداند، زبان مورچه ها را هم میداند. شما میگویید نمیدانست قیمت این چیز، عاجز بود، و چون عاجز بودند طبق سوره مربوطه، یعنی سوره انفال، غنایم را تقسیم میکردند تا نشان دهند که ابنای دین و سوره توحید و کوثرند، بر دلشان ز کفر و شرک و شرارت غبار نیست. بدین سبب بود که ظروف زیبای طلا و نقره را که از لحاظ هنری بی بدیل بودند ذوب کردند، حقوق کردند و شمش مبدل ساخته و ببخشید به شمش مبدل ساخته و پارچه های زربفت و زیبا را تکه تکه می کردن. خب برای اینکه قصه اسلامی است، عدل علوی است، عدالت ابوبکری، عدالت عمری است، باید به همه برسد یا نه؟ خب باید اینها را تکه تکه می کردن. از تاریخ گزیده هم برای شما خواندم که قتیبه ابن مسلم باهلی، این مرد بزرگ خدا، من این رو خیلی دوست می‌دارم، این قتیبه ابن مسلم باهلی، به راستی که مرد بزرگ، اگر بود جای او امروز چقدر خالی است در این جمهوری اسلامی ما. به به، قتیبه ابن مسلم باهلی، سردار معروف حجاج که چندین هزار از ایرانیان را، از این مجوسان را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در یکی از این جنگ‌ها به سبب سوگندی که خورده بود به اندازه از ایرانیان کشت که به تمام معنی کلمه از خون آنها آسیاب روان گردانید و گندم آرد کرد و از آن آرد نان پخت و تناول نمود و زنها و دخترهای آنها را در حضور آنها به لشکر عرب قسمت کرد تا ما ایرانیان بدهکاری خود را به آل محمد هرگز فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه محمد و آل محمدیم، برتر از این برای بشر افتخار نیست. چه افتخاری بالاتر از این که ملتی شرف و ناموسش به دست کسانی برباد رود که شعار و پیامشان آن است که ان اکرمکم، نه شاهنامه و گاتهای زرتشت. جهادگران پاکدامنی که هیچ نشانی از شیطنت دیوسار در آنها نیست، هرچه دیوساری است مال همین مجوسان است. مردمی که به هیچ کیش و نژاد و فرهنگی بها نمیدهند، هر جا زورشان برسد تجاوز میکنند، میکشند، بدار میکشند، سر میبرند، چشم از چشم خانه بیرون میکنند، زبان از دهانها میکنند، خانمانها به آتش میکشند و خاکستر تمدنها را برباد میدهند و هر جا گندش در آمد چند تا مالکش چرب زبان را با فکل و کراوات راهی تلویزیون ها می کنند تا بروند خرابی هایی را که آل محمد در جهان پدید آوردند ماله بکشند و رنگ و روغن بسنند و بر سر مردم جهان شیره بمانند که گناه این همه تبهکاری به گردن این آخوندهای دینکار است. اگر بازارشان بی مشتری ماند، آنگاه از توبره مارگیری خود نام نویس و فیلمساز دست پنجم ششمی به نام محمد نوریزاد را بیرون بیاورند تا با هزار دروغ و نیرنگ و شامورتی بازی گناه ورشکستگی حکومت ننگین اسلامی را در درازای 33 سال تبهکاری، 33 سال دروغ و نیرنگ و آدم کشی، 33 سال غارت و چپاول و دزدی، 33 سال رسوبی پروری و فساد گستری به گردن یک پیرمرد مردنی روبه قبله به نام سید علی خامنه ای بیندازد تا زمینه را برای یک نوزایی و نوشوندگی در کار حکومت ورشکستگی اسلامی پدید آورد.
تا به مردم همیشه در صحنه برای فریب خوردن ایران نشان دهد که اگر سید علی خامنه ای که پایش در آستانه گور است یک دم از اسب خودخواهی پیاده بشود و به دیدار سید حسین موسوی بیچاره برود و در پی آوردن شورای مبارک فقهای هم با رفسنجانی همکاری کند، همه کارها روبراه خواهند شد و این حکومت عدل علوی خواهد توانست یک 40-50 سال دیگری به زندگانی ننگین خود ادامه دهد. شورای فقها برابر آیین تقیه دست نوازشی بر سر و کله آمریکایی ها خواهد کشید، چند تا لوله نفت را به رایگان به سوی اروپا روانه خواهد کرد، دروازه های کشور بقیت الله الاعظم را بر روی بنجل های چینی خواهد گشود و هر چرا از هوده های ایران در دریای مازندران بر جای مانده است به همسایه دوست و برادر روسیه، روسیه اسلامی البته، به زعامت حضرت آیت الله حضرت پوتین خواهد بخشید و به زنان هم پروانه خواهد داد که اندکی لچک های خود را شلتر کنند و روزانه هر چند بار که خواستن از این دفتر سیقه با آن دفتر سیقه در آینده روند باشن تا جهانیان بدانن که ما با آزادی زنان هیچ گرفتاری نداریم و همه اونگونه که این شیرین خانم عبادی ما فرمودند حقوق بشر و حقوق زن در اسلام بالاتر از حقوق زن در کشورهای دیگر است. در کدام یک از کشورهای جهان زن میتواند به اندازه زن ایرانی هی سیقه بشود؟ خب نمیشود در هیچ کشوری. خب اندک اندک من به راستی امروز بسیار ناتوانم از سخن گفتن، اگر پروانه بدهید همینجا سخن رو میبندیم و ادامه سخن رو که میرسیم به چگونگی گسترش مذهب شیعه در ایران در یکی دو روز آینده خواهم گفت و چنانچه پیشتر هم گفته بودم تا روز آدینه در پیشگاه شما خواهم نشست و از آن پس دیگر با شما در این رسانه نخواهم. اگر راه پیدا کردم به رسانه دیگری که بتوانم رو به سوی ایران بروم خواهم ماند در این میدان، وگرنه بیش از این نه مردم را آزار خواهم داد و نه خودم را. خب تا نشست دیگر که فردا خواهد بود، همه شما فرزندان پاک سرشت میهنم رو به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.